در این برنامه با من فیاض نجمی. سلام برسه برنامه جان. خوب صد من صد دارید قصه را باشه قصه های که شاد درد روزگار خنده های چیری و دیدار هموطنان را در برنامه دیدی نو از چنل یوتیوب گپنو اما روزا ساعت 9 شب برنده باشه. بازم خیلی خوشحال هستم که خداوند متعال یک روز دیگر را برامون توفیق و هدایت داد تا بیایم در خونه دوستتون و مهمان خانه های شما باشیم. و امروز هم خوشبختانه ما مادری را پیدا کردیم که کسی هست که کسی کوی ندارد و جز پسرشون که اونا هم در بیرون از شهر کراچی دارن کجا کار میکنن. و این مادر با این همه مشکلات و هر روزشون و دیگه کسی نیست که اونا را بیاید حمایتشون بکنه و تا که زندگیشون را پیش ببره. این مادر ما در وقت جنگ های گفتن خودشان جنگ های وقتی گلبودین دست خود از دست دادن و جایی نمیتونن کار بکنن روزگار نچند خوب دارن. در این ماه مبارک رمضان در ایجه هم بسر میبرن. ما تصویرشون شما میدیم که اینا هم نسبتا در بلندی ها هستن در میان خانه های و پس کوچه های کابل زندگی دارن. بین بدانیم که از روزگارشان هست زندگیشان که با چه حالت بسر میبرن و با چه مشکلات دست پنجه در میگرن بیشتر از وضعیتشان خست باشه. خسته نباشیم مادر جان، خوب هستین؟ انشاءالله صدمنده هستین. ما این مبارک رمضان چطور میگذره؟ والا بچه‌م دیگه خوب هستین انشاءالله. بین از مشکلاتتون، از زندگیتون، از دردتون بگین. درد ما خوب بسیار زور است. خدا هم مهربان است. یا خدا یا بچه دارم. دیگه اون برا خدا رو اون بچه. خدا هم نشکر خدا شکر. دیگه این نماز اگر که من اینی خانه کرای سینم شش ماه کرای خانه سر ما مادر میتونی که از خانه والان پرسان کنی؟ خیشم قبل از قبل دارم. دیگه این بچه دک میجه کراچی داره در شاروالی کار میگه در شاروالی بر آمد اینه در کراچی کار میکنه. اینه ما قمیشه بسیم که نان و خشک میاره بر ما اینه دین روزم سو با من خانه والا مرگو کم کرای خانه رو تو میکنی گفتا خدا میره کن. بشک بشک خانه رو چند کسیم کرا میدین؟ چهار هزار. چند اتاق مرد شما میشه؟ دو اتاق. با این دستتان قبیلی دستتان قصه بکنیم که دستتان کجا دست داده دست دستم دینمی کلوله پشته دینمی کلوله پشته آه دینمی کوی تربیزون میدادن راکت دینمی خانه ششته بده دینمی منطقه دینمی منطقه راکت آمد در خانه خود بچه شهید شد بچه که من این بچه خواهد چرا سواب نماندم بچه این دکتری را خلاص کده بود که بیخی از مکتب دلم سیاشد که بچه را کراچی وان کرد و اینجون شاگرده را استاده را میمان میشد بچه ایتون که شهید شد و از دکتری فارغ شده بود؟ آه بچه ایم که از دکتری فارغ شده بود شیم دگروال بود امی به سواد که امی بچه خودمان دو این بچه را من به سواد بعدم آمد که رفیقای خودم میمان کرده بود که ما بریم نگه ایز جنگوز این بچه اگه بریم خانه مامای خودم ایتون میگه دوما میگریم میریم ایران مادرم این وظیفی ازم میگره ایران رو مجرا میگره بچه شهید شد، دختر شهید شد و اینا دیگر اینا رو یک خدا یک بچه داره. خب این مادر هم در جنگ هایی که در زمان طالبا بود پسرشان هم و همچنان دخترشان هم و شوهرشان هم از دست یاد بری میکنن که در زمان طالبا پسرشان از دکترا فارغ شده بودن و دکتر بودن و این پسره که فعلا در ایجه هست و این هم این رو نگذاشتن دلشان از درس، دلشان از همه چیز سرد شده بوده و جز اینکه که اون فرزند دیگرشان که دکتر بودن نتونستن به مقصد و مراد خود برسن با همه آرزوهای خود به زیر خاک رفت. واقعیت خیلی دشوار است و جنگ هایی که در سابق در این کابل شده بود خیلی مردم بی خانه و بی خانمان کردن و مهاجر شدن
در بیرون از دیار، بیرون از شهر، بیرون از کشور زندگی میکنن، در دیار قربت. انشاءالله دعا میکنیم روز شبه که همه مردم ما در یک کنار اینجا بیاین و همراه ما در صلح آرامی زندگی بکنن. با این همه مادرایی که بسیار درد دیدن و بسیار غم کشیدن، و بتانیم ما مرکز شبه که دست این مادرها را بگیریم و این مادرها واقعیت با شهامت است. واقعیت بسیار دل بزرگ دارن که در حال با هزاران مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. بسیار دشوار است تا بتانیم درد خلصه بر خود به کسی برس بود. و این هم مادر میروانی میکنم. خب بیا مادر قصه بکو دیگر که فرزندتون گفتین در کجا کار میکنه این فرزندی؟ فرزند ما رو کراچی داره. کراچی داره. مکتب خونده بود؟ نه امی این بچه که آل آله نه مکتب ایز نماند ایز نماندش ایز نماندش کنم بچه ایم که شهید شد دیگر دل سرد شد دل بیخی سرد گفتم برم اون غریبی جولیگری بکن مگه مکتب نخوام یاد آوری کردیم که طفلتان چهار ماه در بعد بود که شوهرتون از شوهر بینیم بچه در طوله که تا که پسرتان بزرگ شد درست؟ مسئولیت خانواده تون که داشت؟ مسئولیت خانواده را خودم داشتم بچه در دان موجود میشستم شام که میشد از بزی خام خیش که باش خام خیش نبینم می بچه را که بزرگ کردم یک دختر را که من گاز گرم چهار تاکی بینه به جمشیر جان مالون است وام در پیش من والا رفتن برای سیکولیشی و درام میکنن دیگه دختره که مکاز گرفت شیش فودری بود شیش گم شد جنازه را اینمی جاوردن خدایی بچه ها را نشرمانه جنازه شد دفن کردن تکفین شد همی بچه ها دست بردست کردن که بچه دختره دلو بیخیدم سیاه پراچه بچی کنم خداوند میره بون از مارش متشوش نکن روزگاری هست که بالای هر کسی هست نه تنها بالای شما اینمی کرای خانه ما رو نمیر سو به مخانه والا بگو که تو میکرد چند ماه از اینجا با کی هستی نزی کرای؟ شش ماه کرای خانه در این شش ماه بچی تون روزانه چند کار میکرد جلو بچی نمروز که کار کنه رسد با تو صد افغانی فامل خودش فامل همشیریش یادآوری کردم که همشیریش هم شوهرشان وفات کرده و در این خانواده زندگی میکرد و همچنان فامل خودش واقعیت خیلی دشوار است با 200 افغانی سه فامل پیش بره این روزگاری هست که بالای ما مردم افغانستان همه روز نه تنها بالای اینها جدیان داره بالای خیلی خانواده های دیگر هست که با این چنین شرایط زندگی میکنن و با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن خب مادر ماه مبارک رمضان است در این ماه مبارک رمضان در دسترخانتون چه چیزایی هست و چه چیزا میکنید؟ والا بکی من در آخر خدا بگویم برم غیر برنگ یک همسایه برم رای میکنم این همسایه رو برم یک خانه اولا که برانی مولانی پخته میکنه بچه رو کفتاری میتن در سر سرم از این همسایه خیش قوم کسی سلام سراغتون کرده؟ نه بیاد بیادر دارم نصر آقا مکر دوزانه بیادر دارم نصر آقا مارکر نه پرسان ما را کدر می مای رمضان اگر گفته باشه که تو خور چی می خوری؟ دیگه از قوم خیش ما می شرمون داری سر گدوی بدم می آید بسیار خجالت می کشم که می گم قوم ببینه نمی گه که چی می کنه قربان شهامت تان مادر جان قربان غیرت تان ان شاء الله شما تشویش نکنین امید صدا می چلونیم خدا را شکر آلم سو بینم ولی من خبرم نداشتم خانه اولاد گفت کرای خانه چطور میشه چکر گفتم خدا میروانه خداوند میروان از هموطنان نازنین ما همراه خودتان همراه خیلی که هموطنان ما بیروانی کردن همدردی کردن در این ماه مبارک رمضان خیر و ثوابشان برای همه فامیل رسیده انشاءالله دعا میکنیم که خداوند یک اجر ثواب بیشتر نصیب آنها تقدیم نکنم و بتونن در این ماه مبارک رمضان یک خیر ثواب برای توشی آخرت خود داشته باشند امروز هم هموطنان ما بیروانی کرده بودن حمید جان باش که 15000 افغانی حمید از امجان از جرمنی بر وافر سادادن گفته بودن که برای این خانواده ها ما باید تقسیم بکنیم و این خانواده هایی که واقعیت نیازمند هستن اینو من با مادر ما تقدیم میکنم و انشاءالله بتونن در این گندک مشکلاتشان حل بسازن و اگر شما بتونن نمبر تماسی کمی نکنید در این صفحه تلویزیونتون ببینید از این مادر است و شما میتونید در این مادر مستقیم تماس بگیرید و همراهشان همدردی کمک همکاری که داشته باشن مستقیم برای خود این نمبر تماسی که ما هست وایبر واتساپ همه چیز داره شما میتونید ما تماس بگیرید ما مستقیم کمک همکاری که میکنیم پس خدمت شما تقدیم میکنیم و برای این خانواده ها خاطر رسوندیم شما زنده و سلامت باشین این پیسر خدمت مادر جان ما تقدیم میکنیم و مادر جان کسی که همه جان از طرف جل جرمنی برتون پول فرستاده اگر کدام سوال کدام دعای کدام چرا دعا نمیکنم خدا دایید میرا نشرمانی خدا دست شده دست ظالم نتا خدا سرفراز داشته باشه خدا عمر بده هیچ نتا خدا جان و جور عمر
از کل تان خوش هستم، از جمشه جانم خوش هستم، از این بیادر آمد، نام خود تیر ندارم، نام شما بیادر آره. خدا جان امار به تیتان خیلی ببینید، تشکر بسیار زیاد میبختیم رمضانت، راجع به تکلیف شدیم، به زامت شدیم. ای جان تشکر. خب دو هموطنان میربانم، این بود برنامه هفتوری همشب ما. برنامه ما ادامه داره تا آخر ماه مبارک رمضان. بطور دست هر خانواده را بگیریم و این خانواده هایی که واقعیت نیازمند است بطورشان همراهشان کمک همکاری کرده بطوریم. تا برنامه بعد شما را برهای پاک بی نیاز مسپرم. شما ممنون شما بکنیدی برنامه ما هستیم. رمضان خوش بر هر یک شما. وقتتون